سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که عالی باشین. اومدم اینجا میخوام برای خودم یک دستگاه تصفیه هوا بسازم برای دستگاه پرینتر رزینی فوتون مونو X6K که میتونیم برای فوتون مونو X هم ازش استفاده کنین. اینو من طبق حالا سلیقه خودم با فنهای 6 سان در 6 سان در ضخامت 1.5 سان درستش دارم میکنم. بعد عرضم به حضورتون که لینک قطعات سه‌بعدی این حالا دستگاه تصفیه هوا رو براتون میذارم تو قسمت پایین، میتونین دانلود کنین و بر اساس همون پرینت بگیرین و مثل یک جور چین چین نمیشه. فنها هم داخل فنکاور 2 و فنکاور 4 قرار میگیره. حالا به ترتیب بهتون میگم که چه کار کنین. قبل از هر چیز من اومدم برای این قسمت ها، حالا بیان قسمت ها رو نشون بدم. این قسمت ارزان بزرگتون که بیس یا پایه کار هست که با شماره 1 مشخص کردم. قسمت دوم که فن داخلش قرار میگیره یا فن کاور 1 هست که با شماره 2 مشخص کردم. قسمت سوم مخزن، به این صورت مخزن زغال فعالمون یا زغال اکتیومون هستش که با شماره 3 مشخص کردم. قسمت چهارون که فن دیگرمون داخلش قرار میگیره، فن کاور 2 هست که با شماره 4 من مشخص کردم. و از آخرم این درپوش هست که روی این قسمت قرار میگیره و میپوشونه کارو به این صورت. خب من چون داخل این قسمت میخوام چیز بریزم، زغال اکتیو بریزم، یک سری توری های پلاستیکی برش زدم برای این قسمت، برای داخل این قسمت، برای این قسمت و برای این قسمت. اینا رو من با چسب به این قسمت ها میچسبونم. حالا وقتی با چسب چسبوندمش باز خدمتون نشون میدم. خب من اومدم این قسمت ها رو، توری این قسمت ها رو چسبوندم به کار، به قسمت های مخصوص خودش. از این ور و از این ور میبینید با یک چسب مایه هم من اینو کار انجام دادم. شما میتونید با هر چسبی این کار انجام بدین. قسمت ها همه توریاش چسبونده شد و حتی این قسمت. من خودم از چسب سیلیکون استفاده کردم که بیشتر برای چسبوندن پلاستیک و فوم و کاغذ و اینا استفاده میشه. توی مرحله بعدی باید بیایم قسمت 1 رو به قسمت 2 بچسبونیم به این صورت. یک فاصله این قسمت میفته، این فاصله باید رو به جلو باشه. این قسمت که ماره فن کاور هست، این سوراخی که ماره برای رد کردن سیم هست باید عقب باشه. به همین صورت این دوتا رو باید با هم بچسبونیم، این جلوش یک فاصله داشته باشه. این فاصله میاد روی وات دستگاه پرینتر سه‌بعدی قرار میگیره. چون فنمون تقریبا بزرگ هست، ما این فاصله رو به این صورت جبران کردیم. بعد این قسمت ها رو من میام با همین چسب مایه یا چسب 1-2-3 یا چسب سیلیکونی به هم میچسبونم و بعد باز دوباره بیایم که بقیه اسمبل دستگاه رو انجام بدیم. خب دوستان، من یک نکته رو اینجا عرض کنم. من زمانی که داشتم فیلم رو میگرفتم گفتم برای قسمت های دوم و سوم و چهارم و پنجم بیایم توری پلاستیکی برش میزنیم و به کف اون رو میچسبونیم. زمانی که سیستم رو آماده کردم، دستگاه تصفیه هوا رو آماده کردم و زدمش به برق که کار کنه، دیدم که اون توریا توی قسمت پنجم و قسمت چهارم و قسمت دوم مانع از ورود و خروج هوا میشه. یعنی از یک سمت مکش هوا رو کاهش میده و از یک سمت دمندگی هوا رو کاهش میده. برای همین اومدم باز دوباره اون قسمت دوم که فن کاور 1 هست و قسمت چهارم که فن کاور 2 هست و در پوش فن کاور 2 رو اومدم اون توریاشو برداشتم و بدون توری اونا رو قرار دادم. پس فقط ما برای کف مخزن کربن فعال، برای اینکه کربونا از داخلش نریزه، میایم توری پلاستیکی قرار میدیم و دیگه برای قسمت‌های دیگه از توری پلاستیکی استفاده نمی‌کنیم. خب دوستان، من اینو این قسمت پایه رو اومدم به این قسمت کاور فنمون یا فن کاورمون چسبوندم با چسب مایه و خوش شد و الان میایم برای اسمبل کردن.
داخل این قسمت یه دونه فن قرار میگیره و داخل این قسمت هم یه دونه فن قرار میگیره. به این صورت هست، کلیش به این صورته که این به این صورت درست میشه و گذاشته میشه. فن بالا هوا رو میکشه داخل، داخل زغال ها، زغال های اکتیو هوا رو تصفیه میکنه. فن پایین هوا رو از این بیرون میده بیرون، هوای تصفیه شده رو میده بیرون. پس فن ها قسمت دمنده شون باید به سمت پایین باشه، یعنی فن ها باید به این صورت باشن، یعنی فن که داخل این قرار میگیره، فن این قسمت سفیدش داخل قرار میگیره و به این صورت پایینه که از بالا هوا رو بکشه و از پایین بده داخل زغال ها. فن بعدی هم هوا رو از زغال ها بگیره و بده بیرون، هوای تصفیه شده رو. پس این نکته رو مد نظر قرار بدیم که فن ها همشون باید قسمت دمنده شون، یعنی قسمتی که دستمون رو میگیریم جلوش و باد میزنه، به سمت پایین باشه. خب من اینا رو میام حالا اسمبل میکنم که شما ببینیم به چه صورت هست. داشتیم قسمت یک که به دو میچسبه، قسمت سه رهاست، قسمت چهار هم رهاست، قسمت پنج هم که در پوش قسمت چهار. یک دونه از فنها، فنها گفتم 6 سانت در 6 سانت با ضخامت 1.5 سانت. فنو به این صورتی که سیمش داخل این سوراخ بره من داخل سوراخ میکنم سیمشو و فنو داخل این فن کاور جا میدم. خب به این صورتی که دیدین فن این داخلش جا گرفت. فن بعدی رو من داخل این قسمت فن کاور دومی قرار میدم که با شماره 4 مشخصش کردیم و این قسمتی که دمنده هست به بیرون میدمه روی این قسمت سوار میشه و سیماش رو از داخل سوراخ عبور میدیم. به این صورت این قسمت دوم هم آماده است. خب تنها کاری که باقی میمونه اینه که قسمت یک و دو، قسمت سه رو روی این قسمت قرار میدیم. این قسمت هم که میبینین توری داره دیگه، یعنی ما زغاله اکتیو اونو داخل این قسمت میریزیم پر میشه و دیگه توری ها اجازه نمیدن که حالا گرد زغال اینا بیرون بریزه. زغال اکتیو هم شما میتونین از کالای پزشکی، قسمتی از شهر که بورس کالای پزشکی هست، تهیه کنین. داخل اینترنت هم میتونین سرچ کنین. من خودم زغال اکتیو میله‌ای، زغال اکتیو میله‌ای استفاده میکنم که معمولا برای تصفیه هواست، بوی هوا یا گازهای هوا رو تصفیه میکنم. قسمت سوم رو قسمت دوم میذاریم. این قسمت چهارم هم در حالی که این سوراخش به این سمت این رو میذاریم. به این صورت و در پوش هم این بالا قرار میده. این چیزیه که حالت کلیه که این قسمت هم که وات هست اون رو قرار میدیم و برای این که میگم دیگه چون یکم فن ما بزرگتر گرفتیم 6 سان هست و اون محفظه پشت داخل دستگاه رزین یکم جمع‌تر هست، من این قسمت رو بهش اضافه کردم که میاد روی وات قرار میگیره که وقتی در پوش دستگاه رزین رو میذاریم این قسمتش به پشت دستگاه تصفیه‌مون گیر نکنه. خب کاری که باقی مون دیگه فقط اسمبلش که به این صورت بود، داخل این محفظه شماره 3 هم که زغال می‌ریزیم، سیم ها رو از پشت، سیم قرمز ها رو به هم وصل می‌کنیم، سیاه ها رو به هم وصل می‌کنیم و در نهایت همه رنگ ها رو به این قسمتی که حالت فیش مانند هست وصل می‌کنیم. نکته که یادم رفت باز بگم اینه که فنامون 12 ولت هستش، جریان 12 ولت میخواد و یک آداپتور 12 ولت هم ما نیاز داریم که داخل این فیش بره. گفتم قسمت های سیمای قرمز همه به هم وصل میشه
و سیم های مشکی هم همه به هم وصل میشه. سه تا سیم انگار مشکی به هم وصل میشه و سه تا سیم قرمز هم به هم وصل میشه و این قسمت هم که داخل دستگاه آداپتور، داخل فیش آداپتور وارد میشه و دستگاه روشن میشه و هوا رو از بالا توی داخل محفظه دستگاه پرینتر رزینی هوا یا بوی رزین رو وارد میشه، از طریق فن وارد میشه از داخل این قسمت که زغال اکتیو هست عبور داده میشه و فن پایین هم که هوایی که تصفیه شده از داخل کربن یا اون زغال اکتیو عبور داده شده رو به بیرون، از این قسمت به بیرون میده و انگار هوا دائما در حال تصفیه هست داخل محفظه دستگاه پرینتر و بو رو تا 80-90% کاهش میده. حالا من اینم داخل دستگاه میذارم که ببینین و امیدوارم که ازش راضی باشین. شما هم همه فایل های پرینتش هم من داخل لینک های زیر قرار میدم و میتونین پرینت کنین و دوتا فن هم بگیرین با زغال اکتیو و این دستگاه رو تهیه کنین. انشالله که همیشه موفق و پیروز باشین.